به نام الله بخشاینده بخشایشگر بینندگان گران قدر تلویزیون آریانا علاقمندان برنامه چراغ هدایت السلام علیکم و رحمت الله و برکاته الله را سپاسگزار هستم که باز هم به با ما حیات بخشید تا بار دیگر در خدمت شما ایزان بیننده قرار بگیرم شما خوبانی که تماشاگر برنامه چراغ هدایت هستید شکرگزاری از نعمات الهی صحبت چند در همین مورد از دکتر صاحب محمد داوود نصیمی را دارد بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله لله و صلات و, سلام و على رسول الله دوستان بسیار عزیز و گرامی ما شما باز هم فرصت داریم که راجع به بعض مسائل مهم آیاتی و دین خود و کتاب خود کلمات داشته باشیم صحبت داشته باشیم الحمدلله ما شما واقعا غرق نعمات الله هستیم هر که فکر کنیم از هر طرف نعمت های الله بالای ما می و باید به این نعمت ها توجه کنیم باید این نعمت ها را به سلامت غافل از این نباشیم و فراموش نکنیم از خود سوال کنیم که می هوای را که لحظه تنفس می کنم ای هوا کی بر من داده از خود سوال کنیم که امی آفتاب که سر من میتابه هر روز و حرارت ای و این نور بر من میاره ای آفتاب کی خلق کرده در شب معتاب کی خلق کرده که روشنی می ستاره ها را کی خلق کرده ای آب باران کی از ابرها پایین می بر من ای آسمان و زمین کی خلق کرده و ای وجود مرا به این پیچیدگی کی خلق کرده نعمت های گوناگون الله را باید توجه کنیم به او و باید قدر این نعمت ها را بفهمیم و در مقابل این نعمت های احساس مسئولیت کنیم که ما که قدر نعمت از الله ارلازه به ما میرسه ما در مقابلش چی مسئولیت دارم ما چقدر شکرانگی الله را انجام میتم و شکرانگی الله چه قسم است شکرانگی یک یک رنج یا یک وسط بسیار طویل وسیع داره و یعنی حدود بسیار وسیع داره کمترین درجه شکرانگی است که انسان اقلا اقرار کنه که هر چیزی که دارم از الله هست و از بیتاعتیش دوری کنه ای کمترین درجه شکرانگی است زیادترین درجه شکرانگی است که انسان خود از به صورت مکمل وقف دین الله وقف ادایات الله بکنن که او مثال به مکملترینش خود رسول الله صلی الله علیه و سلام بود و بهترین مثال بود و به شکل شکرانگی می که شب قسمت زیاد شب در تهجد و در نماز در عبادت پیش الله استاد می شد تا جایی که بی بی آیشه رضی الله عنها خانمش برش میگفت که یا رسول الله الله گناه های گذشته و آینده تو را بخشیده تو چرا قدر کل شب اینقدر زیاد قسمت شب تو تکلیف میکشی و عبادت میکنی و نماز میخوانی بیا خوکو چرا خواب نمیکنی پیغمبر صلی الله علیه وسلم جواب داد و گفت که اگر الله به ما قدر میربان بوده که اینقدر قدر را داده ما چطور شکرش انجام نتم و اقلا بر شکرانگیش نمی ارزه که ما شب تا عبادت کنم برای شکرانگیش امو درجه علای شکر است که برای ما مادل و نمونه شد پیغمبر صلی الله علیه وسلم الگو شد ولی ما خودت برادر خواهر عزیز سوال کنیم که دایی حدود شکر که گفتیم عدی اقل چیز که از به الله آدم دوری کنه و اقرار کنه که هر چیز از نعمت از الله هست هر خوبی که دارم هر صفتی که دارم در دا دا حدود ما در کدام قرار داریم در دا شروعش قرار داریم در دا سرش قرار داریم در دا بیرش قرار داریم یا بیرون از این حدود هستیم نعمت های الله را به یاد خود بیاریم که الله میگه یا ایوه ناس اذکرو نعمت الله علیکم ای انسان ها شما نعمت الله را به یادتان بیارین هل من خالق غیر الله یرزقکم من السماء والارض آیا خالق دیگه وجود داره که شما را از زمین و آسمان نعمت ها و رزق بده و همه نعمت ها را بتا؟ رزق انواع نعمت ها را در بر میگیرد معنایش که روزی ترجمه میکنیم ترجمه کافی و مکمل نیست هر نعمت را که از الله برای ما میرسه رزق است الله میگه کسی دیگه است که رزق برای شما بده از آسمان و از زمین برای شما رزق میریزانه در زمین چی نباتات و تمام ایوانات و همه غذاهای ما همه چیز و از آسمان باران و غیره که میباره سبحان الله کسی دیگه است که برای شما این نعمت ها بده چرا شما از باری خالقتان توجه نمی کنین تو الله میگه از کجا دیگه خیلی گمراه شدین چرا خیرای حق نمیگیرین چرا در این زیادتر نمیخواین پابند شوین جدی شوین شکرانگی خو تنها زبان نمیشه باید به عمل شکرانگی کنیم اگر یک کسی برای ما یک توفه که میاره دیگه توفره میاره دیگه توفره میاره دیگه توفره میاره تناقی نمیشه تشکر 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 باید که ما یک توفه برش بتیم باید که ما به عهد توار خود یک ازار قدردانی عملی بکنیم یا واقعا شکر به معنای جامعش بکنیم خداوند ما شما را توفیق بده که هر کدام ما شکر به شکل عملی انجام بتیم و زیادتر اطاعت و عبادت الله را بکنیم تا نعمت های الله زیادتر شوه به ما استعداد ما عقل ما هوشیاری ما علم ما دانش ما هر چیز پیشرفت زیادتر کنه ولی یقینا که شکرانگی سبب افزون نعمت میشه ولی این شکرتم لا نکم هر شکر کنین الله زیاد میسازه نعمت های خدا خداوند نعمت های خدا به حق کل ما و شما و کل وطن مردم ما زیاد بسازه آمین یا رب العالمین و سلام علیکم و رحمت الله عزیزان خوب ما در بخش دوم حال هم حدیث گوهربار از پیامبر امین را دارد. رسول اکرم صلوات الله و سلامه علیه می فرماین بهترین یاران کسی است که ناساز گاریش اندک باشد و ساز گاریش بسیار پاداش خدمت به والدین ارشادات چند در همین مورد از استاد محمد سالم حسنی را بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر و ناصر و معین با عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما بینندگان عزیز و مهربان که در جای جای جهان این برنامه را تماشا میکنید کنید در ادامه نصایح و پندهای ارزشمند حضرت لقمان حکیم و فرزند عزیزش به اینجا رسیدیم که خداوند متعال می فرماید و ان جاهدا که علا ان تشرک بی ما لیس لک به علم فلا تو تا فلا تو ته هما و صاحب هما فی الدنیا معروف در قسمت قبلی ما به اهمیت رفتار انسان و احترام انسان نسبت به والدین در قرآن کریم مطالبی را عرض کردیم و عرض شد که خداوند متعال فرمود و وصینا و الانسان به والده و ما به انسان ها توصیه کردیم در مورد والدینش و اینجا ما انقدر این مطلب رو تأکید کردیم و خداوند متعال در جای جای قرآن انقدر تأکید میکنه که ما نسبت به والدین دین بزرگ احساس میکنیم که حقیقتش هم هست و این دین هیچ وقت تمام شدنی نیست هر مقداری که ما به والدین خود خدمت بکنیم به فرض پدر و مادر خود خدمت بکنیم این دین ادا شدنی نیست اگر تمام عمر خدا ما به مادر خود خدمت بکنیم شاید نتوانیم اجر یک شب زحمات مادر را تلافی بکنیم اجر یک بیدار خوابی یک شب از شبهایی که مادر ما بر ما بر خود حرام کرده و بیدارخوابی رو بر خود تحمیل کرده نتانیم او را تلافی بکنیم خب حالا به اینجا می رسیم که اگر آمد و بین عقاید پدر و مادر و عقاید حقه الهی و توحیدی تعارض ایجاد شد پدر و مادر ما بر اساس باورهای خودش ما را به شرک فرا می خانه. ما از پدر و مادر متولد شدیم که اینها نعوذ بالله خدای نخواسته مشرکند یا پدر و مادر ما در یک وضعیت زندگی میکنه که اینها نسبت به خداوند متعال باورهای درست نداره باورهای انحرافی داره باورهای غیر اسلامی داره باورهای غیر توحیدی و غیر الهی داره اگر اینجا امر دایر شد بین باورهای پدر و مادر و اندیشه‌ای که ما بر اساس تحقیق و تفحص به او رسیدیم خداوند متعال اینجا میفرماید که بین اندیشه حق بین باور حق و عاطفه پدر و مادری اینجا باید شما اندیشه حق را انتخاب بکنید یعنی اگر پدر و مادر خدای نخواسته مشرک هستند یا اندیشه انحرافی نسبت به دین نسبت به باورها نسبت به جهان نسبت به خدا نسبت به رسالت نسبت به سایر آموزه های دینی داره و ما بر اساس تحقیق و تفحص خود به اندیشه های درست رسیدیم اینجا ملزم نیستیم که از پدر و مادر اطاعت بکنیم اینجا خداوند متعال به سراحت میفرماید و اینجا هدا که ان تشرک بی ما لیس به علم اگر اینها با تو مجاهده کردند و با تو محاجه کردند و از تو خواستند که شرک را بپذیری شرکی که تو نسبت به با او باور نداری نسبت به او علم نداری نسبت به او آگاهی نداری شرکی که شما را از عقیده ای که شما را از باور حق الهی دور میکنه اینجا میفرماید که فلا هما در این مورد شرک به خداوند تعالی شرک به الله متعال از پدر و مادر اطاعت نکن اینجا ما مجاز هستیم و از خداوند متعال دستور داریم که اینجا باور حق را بپذیریم اندیشه حق را بپذیریم و باور شرکی و باور انحرافی پدر و مادر را رها کنیم خب حالا وقتی ما اینجا رها کردیم بحث رفتار میمانه ما از لحاظ اندیشه حرف پدر و مادر را قبول نکنیم از لحاظ باور حقه حرف پدر و مادر را تختیعه بکنیم که باوری که شما دارید باور درست نیست باور است باور غلط باور است که بر اساس آموزه های اصلی الهی و وحیانی منطبق نیست خب اینجا ما وقتی با پدر و مادر مخالفت کردیم از لحاظ اندیشه در رفتار چگونه باید رفتار بکنیم خداوند متعال می فرماید حتی اگر پدر و مادر شما از لحاظ اندیشه با شما مخالفه شما را در راه انحرافی میکشانه اندیشهش را قبول نکن اما از لحاظ رفتاری میفرماید و صاحب هما فی دنیا معروفه. از لحاظ رفتاری با پدر و مادر منحرفت باید رفتار همراه با نیکویی داشته باشید و صاحب هما فی دنیا معروفا این صاحب مصاحبت معروف یعنی مصاحبت نیک یعنی رفتار نیک هیچ گاه انسان نباید به خاطر باورهای خودش پدر و مادر توهین بکنه باورهای پدر و مادر را به مسخره بگیره باورهای پدر و مادر را به سخریه و به استهزا بگیره به خاطر اینکه ما وظیفه داریم حتی نسبت به کسان دیگر قول معروف بگوییم قول معروف ها داریم یا نسبت به کسان دیگری که خارج از دین ما هم هست ما وظیفه داریم که و جادل هم بلتیه احسن ما با مجادله احسن با آنها رفتار بکنیم حالا پدر و مادر ما اگر باورهای مخالف باورهای ما داره اگر اندیشه های مخالف اندیشه های ما داره ما باید نسبت پدر مادر خود در ضمنی که اندیشه آنها را قبول نمی کنیم اما از لحاظ رفتار باید با آنها به گونه رفتار بکنیم که احساس حقارت نکنه ما در آیه دیگر هم از از قرآن کریم داریم خداوند متعال میفرماید که ولا تقل لهما اوفن نسبت پدر و مادر حتی به اندازه یک کلمه اوف نباید گفت اوف که نشانگر تاسفه مثلا به این باور که متاسفم که شما این گونه باورها را دارید نه ما با پدر و مادر خود از لحاظ باورها از لحاظ اندیشه با استدلال با منطق صحبت میکنیم اما آنها مخیرن باور ما را بپذیرن یا نپذیرن و, ف... و پدر و مادرها هم باید این را در نظر بگیره که نسبت باورهای آنها فرزندان آنها مخیر بپذیره یا نپذیره چه پدر و مادر نسبت به فرزندان و چه فرزندان نسبت به پدر و مادر حق توهین نسبت به باورهای همدیگر را ندارد و علل خصوص از طرف فرزندان که خداوند متعال میفرماید ولو این که شما را به شرک هم فرا میخوانه عقیده اونها را قبول نکنید اما از لحاظ رفتاری و صاحب هما فی دنیا معروفا صاحب هما نه به عنوان صرف رفتار خوب با اونا داشته باشید یعنی با اونها همراه باشید با اونها یک جا باشید ترک نکنید حق نداره انسان پدر و مادر خودش را به خاطر باورهای مخالفش رها کنه و آنها را در گوشه بگذاره و خودش بره برای خودش زندگی جداگانه تشکیل بتنه خیر حتی اگر باور این حرافی هم داره خدا نمطال می و صاحب هم و با آنها همراهی کن چگونه همراهی و صاحب هما فی دنیا معروف ها؟ در زندگی دنیا با آنها همراهی نیک باید انسان انجام بده. خداوند متعال میخواهیم که اولا اندیشه ما و خانواده ما را و فرزندان ما را با همدیگه همسو و همراه بسازد و اگر هم در موارد ما اختلاف اندیشه داریم ما را از مسیر انسانیت و رفتار انسانی و رفتار اخلاق مدار انسانی خارج نفرماید و السلام علیکم و رحمت الله لحظات پایانی برنامه کنونی ما هست رخی نعتیه را داریم تا روزی بعد ای چرای زیبای تو رشک بو تا نه آزری ای چرای زیبای تو رشک بوتا نے آزری ہر چند فت فتم لیکن از آن بولا تری ہر چند فت فتم لیکن از آن بالا تو اسپری چابک تری و از برگ گال نازک تری تو اسپری چابک تری وزبرق قول نازك تاري وزرچي قول ينبح تاري عقا يبدل باري وزرچي قول ينبح تاري عقا اجا یبد دل بری ای تو رای زبای تو رشک بوتا نی آزری ارچند و است فتمه کنم لیکن ازان بالاتری ارچند و از فتمه کنم لیکن از آن بالاتری آفاق را گردیدم میره بوتان ورزیدم آفاقر را گردیدم میره بوتان ورزیدم بی سیار و اما تو چیز دیگری بسیار خو خوب دیدم اما تو چیز دیگری ای چیره زیبای تو رش کے بوتا نه آزری ار چند واس فتم کن لیکن از بولا بالاتری خسرو و غری بو بی نوا افتاد در شهر شما خسرو غری بابی نوا افتاد در شهر شما باشد کی از بر خدا سوی فقی رن بنگری باشد کی از روی کرم سوی غری قل بالصلاة بصلاته بسلامي بيداب برسول الله وقال اشطباب سپاس از اینکه تماشاگر برنامه ما بودید اگر می خواهیم که برنامه قبلی ما را تماشا نمایید پس اینجا را فشار دهید اگر می خواهیم که برنامه بعدی ما را تماشا نمایید پس اینجا را فشار دهید اگر می خواهیم که به چینل یوتیوب ما بپیوندید پس اینجا را فشار دهید